آرش سیگارچی از 17 سالگی به روزنامه نگاری روی آورد و در طی سالها با نشریات و روزنامه های مختلف و گوناگونی همکاری داشته و در سمت‌هایشون خبرنگار، روزنامه نگار، مسئول شورای نویسندگان و سردبیر در کنار اونها بوده که خب به نمونه بارز اون اگر بخوایم اشاره بکنیم روزنامه گیلان امروز یکی از پربارترین فعالیت های آرش سیگارچی محسوب میشه. او ضمن تدریس در کلاس های آموزشی روزنامه‌نگاری و حضور در دوره های عملی و تئوری در کنار جوانان به فعالیت‌های هم روی آورده و فعالیت های مختلفی رو در راستای ترویج آزادی بیان و اندیشه انجام داده. او در سال 2005 و همزمان با افزایش موج سانسور دولتی دچار مشکلاتی شد و از سوی حکومت به 14 سال زندان محکوم میشه که البته بعدها با فشار افکار عمومی دوران محکومیتش به 3 سال تقلیل پیدا میکنه و خب الان هم با استفاده از مرخصی پزشکیش در خارج از زندان به سر میبره و به فعالیت‌های گوناگونی در آمریکا مشغوله. ما امشب ظرف دقایق آینده با آرش سیگاری در رابطه با روزنامه نگاری امروز ایران و فعالیت جوانان در این حرفه و شغل صحبت خواهیم کرد. آقای آرش سیگارچی به شما سلام میکنم، درود میفرستم، خیلی خوشحالم که با هم هستیم. سلام به شما آقای موفقی و بینندگانتون در ایران و سایر نقاط جهان. من هم خوشحال هستم که امشب در خدمتتون هستم. آقای سیگارچی، برای اینکه بیایم در این فرصتی که داریم از یه نقطه این بحث رو آغاز بکنیم، خیلی خوشحال میشم برامون توضیح بدید اصلا حرفه یا شغل روزنامه‌نگاری در ایران چگونه آغاز میشه؟ آیا مراکز آموزشی براش وجود داره؟ دانشگاهی هستش که جوانها به اونها برن و اصلا چگونه این کار رو آغاز میکنن؟ بله، بسیار خوب. ببینید، روزنامه نگاری ایران، روزنامه نگاری ایرانی عملا به نسبت روزنامه نگاری دنیا یه روزنامه نگاری جوان تره، چرا که ما 160 سال تاریخ روزنامه نگاری داریم که البته وقفه های توش بوده و در حقیقت تو 100 سال اخیر ما شاهد فعالیت روزنامه نگارها بودیم. به همین دلیل بیشتر از اون که جنبه علمی داشته باشه روزنامه نگاری در ایران جنبه تجربی داره و در ایران تا سالها ما دانشگاه و مرکزی برای تحصیل دانشجویان برای یاد گرفتن روزنامه نگاری نداشتیم. از سال 1345 اگر اشتباه نکنم اولین بار دانشکده روزنامه نگاری تحت عنوان دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تشکیل شد که در اون به روزنامه نگارها آموزش میدن و اگر اشتباه نکنم خیلی از روزنامه نگارهای بزرگی که امروز ما تو ایران داریم که خیلی سالهاست تجربه دارن در اون دانشکده ها فارغ التحصیل شدن. بعد از انقلاب این دانشکده تا مدت ها تعطیل بود آقای مکری و از اواخر دهه 60 شروع به کار کرد و الان هم یه مقدار فعالیتش گسترش پیدا کرده. دانشکده ای هست در مجموعه دانشگاهی علامه طباطبایی که تخصصی روزنامه نگاری درس میده. دانشگاه آزاد الان کار آموزش خبرنگاران و آموزش روزنامه نگاری رو دنبال میکنه و همچنین اگر اشتباه نکنم صدا و سیما مرکزی داره برای آموزش خبرنگاران و یکی دو تا از مراکز تابعه دانشگاه آزاد مثل دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه آزاد عراق و اینها. اما واقعیت اینه که امروز در ایران ما شاهد این هستیم که این دانشکده ها روزنامه نگار تربیت نمی کنن، چرا که دلایل زیادی هست وجود داره که در ایران روزنامه نگارها از مسیر غیر از تحصیلات آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی روزنامه نگار میشن. در دنیا این گونه نیست. در دنیا دو مکتب اصلی برای آموزش روزنامه نگاری وجود داره. یک مکتب، مکتب امریکایی هاست که در امریکا عملاً از 1920 به این ور روزنامه نگاری رو علم دونستن و براش دانشگاه‌های متفاوتی تشکیل دادن که امروز شاهدیم تو آمریکا بیش از 400 تا دانشگاه روزنامه نگاری هست. مکتب دوم مکتب انگلیسی هاست که اونها معتقدن نه، روزنامه نگاری باید بر اساس تجربه باشه و به همین دلیل تا 1980 یعنی 27 سال پیش در کل انگلستان فقط 5 دانشکده روزنامه نگاری بود که الان فکر کنم به 30 تا رسیده. این دو مکتب رو در نظر داشته باشید. حالا تو ایران یه چیزی هست، تلفیق بین اینها. دانشگاه داریم اما دانشگاه ها کاربردی نیستن، فارغ التحصیلاش روزنامه نگار نمیشن. در این حال هم بخش اعظم روزنامه نگارهایی که ما در ایران داریم روزنامه نگارهایی هستن که بر اساس تجربه شخصی، تجربه در محیط کار تحریری روزنامه نگار شدن. اینو من اینجا از شما بپرسم، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که خب حالا تحصیلات در این رشته در خیلی از کشورها بسیار مهمه که نمونه های زیادی هم براش وجود داره، اما چرا به صورت مشخص در ایران تحصیلات
دانشگاهی برای روزنامه نگاری پاسخ نمیده یا به هر حال مشکلاتی براش وجود داره؟ بله. به خدمتتون عرض کنم، ببینید این آماریه که من از یکی دو تا از رؤسای دانشگاه های روزنامه نگاری شنیدم، حتی آقایی که در اون زمان رئیس دانشگاه ارتباطات بودن، آقای کیا اگر اشتباه نکنم، ایشون گفته بود ما از هر 100 روزنامه نگاری که در 100 نفر دانشجویی که میاد به دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن، 10 تا 15 نفر احتمالاً روزنامه نگار میشن. خب دلایل زیادی میتونه وجود داشته باشه آقای مکری. دلیل اولش میتونه این باشه که در ایران شما بخواید به دانشگاه برید باید از سد کنکور بگذرید. معمولا دانشجویان رشته ادبیات علوم انسانی، دانش آموزان رشته ادبیات علوم انسانی میرن رشته های مثل حقوق، مثل اینها رو انتخاب میکنن. معمولا اگر نمره نیارن میان رشته های پایین تر مثل روزنامه نگاری رو انتخاب میکنن. پس بر اساس سلیقه اینکه اون شخص توانایی روزنامه نگاری رو داشته باشه انتخاب نمیشن. نکته دیگه اینکه منابعی که در دانشگاه تدریس میشه منابع خیلی کهنه هست. منابعی هست که عمدتاً ترجمه کتاب هایی است که در 20 سال پیش در دانشگاه های روز دنیا درس داده می شود. به همین دلیل متاسفانه ما شاهدیم که روزنامه نگارهایی که فارغ التحصیل می شن سواد تئوریک تا حدودی دارن، اما از طرف هم چون تجربه کار عملی ندارن این باعث شده که فاصله بینشون بیفته بین اونها و این چیزی که در تحریریه ها وجود داره، یا اصطلاحاً در میان روزنامه نگاران رایج هست که میگن دانشگاه روزنامه نگاری یا دانشگاه خبر به جای اینکه فارغ التحصیل روزنامه نگار بیرون بده کارمند خبر تولید میکنه. کسانی که تعریف خبر رو میدونن سبک تنظیم خبر چیه، میدونن مصاحبه چیست، اما قادر نیستن دو خط خبر بنویسن و این یکی از مشکلاتی که در دانشگاه های ایران وجود داره. آیه سیگارچی، حالا با این تفاصیلی که شما دارین توضیح میدید، بیایم راجع به همین نسل فعلی روزنامه‌نگاران جوان ایران صحبت بکنیم که حالا به هر نوعی یا در دانشگاه بودن یا تجربی وارد بازار کار شدن، دارن در جای مختلف قلم میزنن، فعالیت میکنن. چه مشکلاتی در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی وجود داره یا اصلا مسائل و محدودیت هایی که در ایران هست چگونه دست و پای اینها رو میبنده؟ واقعا اینا در چه شرایطی دارن کار میکنن؟ ببینید به هر صورت همونجوری که شما گفتید هر چیز بوده در ایران از اواخر ابتدای دوره کار آقای خاتمی، یعنی سال 76، ما شاهد یک جهش در روزنامه‌نگاری ایرانی هستیم که طی اون تعداد کمی روزنامه‌ها و البته تعداد کیفی برخی از روزنامه‌ها زیاد شد. از جمله اینکه ما جز دوران انقلاب سال 57 این سابقه رو نداشتیم که تیراژ مطبوعات به 1 میلیون نسخه در روز برسه. در اون مقطعی بعد از دوم خرداد در روزهای مثل بعد از تعطیلی 20 نشریه که به دستور آقای خامنه‌ای انجام شده بود، یک دفعه روزنامه‌ای مثل صبح امروز بیش از 1 میلیون مخاطب داشت.